فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سعید جان از ایران سوالشون این بود که رفتن خانم ها به مسجد برای نماز تراویح حکمش چی هست؟ شبیه همین سوال رو از بیننده‌ای داشتیم در طریق پیام که درباره نماز جمعه پرسیدن، رفتن نماز جمعه برای خانم ها به مسجد، نماز تراویح و نماز جمعه حکمش. در اصل نماز شرکت در نماز جماعت برای زنان به صورت یک حکم قطعی و کلی و متفق علیه در میان تمام مذاهب اهل سنت و جماعت این است که شرکت زن در نماز جماعت جایز است. در جوازش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و هیچ کسی قول و نظری بر خلاف این ندارد. یعنی به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و جماعت معتقد هستند که رفتن زن برای نماز جماعت جایز است. این بحث جواز یک حکم اصلی است. منتها روایاتی در این زمینه وجود دارد و این رفتن به نماز جماعت رو مشروط کرده به این که در واقع بیم فتنه نباشد و راه امن باشد برای زن. در این صورت می تواند که زن به نماز جماعت برود، اما اگر بیم فتنه وجود دارد، راه امن نیست یا شاید افراد اوباش و لاوبالی سر راهشان رو بگیرند، پس در این صورت نباید به مسجد برود. روایتی هست متفق علیه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها میگوید که دعان رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما احدث النساء لمنعهن المساجد. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میدید که زنها این روزه چه حالتی را دارند و چه بدعتهایی را ایجاد کردند، این زنها را من میکرد میگذاشت که بروند به مساجد. و از این حدیث این استنباط رو کردند که زن هنگامی که به مسجد می رود باید بدون آرایش باشد، حتی لباس ظاهری که جلب توجه بکند این لباس ها را نپوشد. بدین خاطر این در واقع شرایط را قرار دادند. منتها به عنوان یک حکم اصلی در حالتی که راه امن باشد و هیچ فتنه‌ای وجود نداشته باشد و هیچ احتمال تعرضی به عرض و آبروی این افراد نباشد، این حکم اصلی این است که نماز رفتن به نماز جماعت جائز است. گونه که در روایت اومده در متفق علیه که اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، هرگاه که زن شما از شما اجازه خواست که به مسجد برود اون رو منع نکنید و مانع رفتن به مسجد نشوید. منتها به صورت یک تشویق و ترغیبی که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و فقها اینو تدوین کردن این است که نماز خوندن زن در منزل ثواب بیشتری رو دارند از اینکه برود در مسجد شرکت بکند، به صورت یک امر تشویقی و ترغیبی در این زمینه هست. اما در اصل جوازش هم هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد، منتها مشروط بر اینکه راه امن باشد.